قبلا یک ویدئو در کانال در واقع آپلود شده بود بابت اینکه اسلام چجوری وارد ایران شد و همینطور بعد از اون ما ویدئوی دیگه داشتیم که در مورد اصلا لزوم وجود دین در جامعه، اصلا دین چی هستش، چرا باید یک جامعه دین داشته باشه و چرا با وجودی که همه ادیان به هر حال یک حرف رو دارن میزنن ولی هیچ کدوم همدیگر رو قبول ندارن، حتی پیروان یک دین هم در واقع شاخه هاشون هم همدیگر رو قبول ندارن. در مورد این مدت قبلا یک گفتگوی دو نفره داشتیم با دوست عزیزم از آلمان در مورد کلن ادیان، ولی این بحث در واقع هم نیمه تمام موند، هم اینکه یک سری سوالات در کامنت ها اومد که اون سوال ها قرار شد که پاسخ داده بشه. الان در حال حاضر من با در واقع یکی از محققین و پژوهشگران ادیان در رابطه با در واقع پاسخ اون کامنت هایی که داده شده و اون ابهاماتی که وجود داشته یک ویدئوی دو نفره ترتیب دادم، که البته متاسفانه ایشون تمایلی نداشتن که چهرهشون در ویدئو باشه، ما از صداشون استفاده کردیم. ولی اگر شما هر سوالی داشتین، هر شبهه‌ای براتون پیش اومد، میتونید در کامنت های زیر همین ویدئو بنویسین سوالاتتون رو که بتونید باز در یک در واقع ویدئوی دیگه پاسخ به اون سوالات رو داشته باشیم. پیشاپیش هم از اینکه با لایک و کامنت هاتون به بهتر دیده شدن کانال قلم کمک میکنین سپاسگزارم. درود بر همراهان همیشگی کانال قلم، همینطور سپاس ویژه و درود ویژه داریم خدمت سرکار خانم ناهید آزاد اندیش عزیز از سوئد، پژوهشگر و محقق ادیان، و از اینکه دعوت بنده رو پذیرفتین سپاسگزارم. با سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در واقع پیگیر سوالاتی که داشتید میتونم به ساده ترین شکل این پاسخها رو بهتون بدم. سوال اول این بود که چرا دین باید وجود داشته باشه؟ ضرورت دین برای یک ملت چی هست و چرا باید اصلا دینی وجود داشته باشه؟ قاعدتا در کشورهایی که به واسطه دین سران اون کشورها قدرت میگیرن، خب قطعا باید همون دینی که اونا از طریق اون قدرت گرفتن وجود داشته باشه. شما فکر کنید در همین کشور جمهوری اسلامی ایران به واسطه دین اسلام و مذهب شیعه سران کشور قدرت گرفتند، پس چگونه میتونن بیان اجازه بدن دین دیگه یا مذهب دیگه رشد پیدا کنه؟ کشورهای دیگه هم به همین شکل میشه گفت، ولی چون بعضی از کشورها دموکرات هستند، یعنی در اون کشورها دموکراسی وجود داره، بنابراین خیلی هستند که حتی اعلام میکنن که ما لائیک هستیم یا از مادر و پدر مسیحی زاده شدن، شاید در کودکی هم توسط خانواده به کلیسا برده شدند، ولی خودشون هیچ گونه اعتقاد و وابستگی ندارن و در واقع به دین نیازی ندارن. اما ما به اخلاقیات نیاز داریم، چون داریم در جوامع جمعی زندگی میکنیم و اخلاقیات شامل این میشه که به همدیگه آسیب نزنیم، حرمت همدیگه رو نگه داریم، حق و حقوق همدیگه رو پایمال نکنیم و چشممون به مال همدیگه نباشه و مسائلی از این قبیل، که همه اینها در ادیان به شکلی که گفته شده، خدا این رو گفته، آورده شده. حالا ما بحث اینو نداریم که آیا واقعا خدا گفته آیا نگفته، با این قسمتش کاری نداریم، اما لزوم این که اخلاقیات در هر جامعه ای وجود داشته باشه غیر قابل انکاره. شما در ژاپن دینی نمیبینید ولی اخلاقیات بسیار محکم میبینید. سوال بعدی این بود که چرا هیچ یک از ادیان همدیگر رو قبول ندارن، حتی پیروان یک دین و فرقه هاشون هم همدیگر رو قبول ندارن، کلن حتی تو فرقه هم افراد همدیگر رو قبول ندارن.
توجه کنید که این به ذات انسانی برمیگرده. این هیچ ربطی به اون ادیان نداره. شما وقتی که دو تا روستا رو در کنار هم میبینید، روستای بالا پایین رو و روستای پایین بالا رو قبول نداره. دو تا همسایه رو نگاه میکنید، همسایه ها هم دیگر قبول ندارن. میایید به بزرگتر میرسید، شهرهای مجاور هم دیگر قبول ندارن و برای هم اسم و نسب درست میکنن. و در کشورها هم همینطوره. این کشور اون کشور رو قبول نداره و اون کشور آدمای این کشور رو قبول ندارن. مثلا ما فرض کنید راجبه کشورهایی که مثل همین چین، براشون حرفهایی در میاریم که اینا حیوان میخورن اینا، و حالا اونم حتما پشت سر ما یه چیزی میگن. بنابراین این به ذات انسانی پیوند میخوره و ربط پیدا میکنه. اما یک چیز دیگه که باعث میشه ادیان هم دیگه رو قبول نداشته باشن، برای اینکه در هر دینی گفته شده ما کامل ترینیم. شما اگر برید به شخصه تحقیق کنید، متوجه میشید که در تورات گفته شده که شما در واقع بهترین هستید و شمایید که گروه برگزیده خداوند هستید ولا غیر، بقیه رو ول کنید. اسرائیلی ها در واقع گروه برگزیده خداوندن. بعد میاد به مسیحیت نگاه میکنید. در مسیحیت میگه که مسیح میگه که من در هستم و هر کس که بخواد به جهان بعدی بره باید از این در رد بشه. در واقع دین مسیحیت یعنی کامل ترین دینه، چون که باید به اون قوانین توجه کرد. در اسلام گفته شده که آخرین پیامبری که اومده محمد ابن عبدالله هست و ایشان نگین پیامبران هستند و بهترینند. شما دقت کنید بعد از اون کسانی هم اومدن که ادعای پیامبری کردند، مثل باب، بهاءالله. البته من ببخشید که حضرت ها رو نمیگم، چون که به هر حال ما این پیشوند ها رو اضافه کردیم، سعی میکنم اسم ها شروع بگم، حالا کاری به این نداریم. در کل اگر دقت کنید هر دینی میگه که من بهترینم. شما به هند که تشریف ببرید، یک دینی هست میگه 18 هزار تا خدا داریم ما. خب این 18 هزار تا خدا رو قبول دارن که 18 هزار تا خدا در ساخت دنیا اومده همکاری کرده، و وقتی شما بهش بگی من یه خدا دارم بهت میخندن، میگن یه خدا، مگر یه خدا میتونه همه این کارا رو بکنه؟ نمیتونه. بنابراین در واقع این تفاوتیه که ما آدم ها به وجود آوردیم. پس اگر هر دینی دین دیگر قبول نداره، به پیروان اون دین ارتباط پیدا میکنه. در مورد این که گفتید که مگر عرب ها به کشورهای دیگه حمله نکردن، پس چرا فقط ایرانی ها مسلمان شدن، چند قرن مسلمان موندن؟ یا اینکه مگه ایرانی ها به کشورهای دیگه حمله میکردن، چرا اصرار نداشتن اونا زرتشتی بشن؟ خب این سوال خیلی کلی هست. در واقع چیزی که خدا رو شکر هنوزم باقی مونده اون منشور کوروش هست، که در منشور کوروش تساوی انسان ها به وضوح قید شده، و اینکه کوروش یک سیستمی داشت که وقتی میخواست حمله کنه به یک کشوری، اول نمایندگان خودش رو میفرستاد و پیشا پیش نمایندگان اعلام میکردند که ما با صلح وارد شدیم، اگر شما قبول کنید که به ما خراج بدید و به اصطلاح جنگی در نخواهد گرفت و شما و ملتتون بر همین آرامشی که الان دارین زندگی میکنید ادامه خواهید داد، حاکم بر جای خودش باقی خواهند ماند، هر کس هر اعتقادی داره میتونه اون اعتقادش رو داشته باشه و هر کس هر زبانی داره میتونه زبانش رو داشته باشه، تنها چیزی که این وسط مهم بوده که خراج بدید، مالیات رو بدید. و چون لشکر ایران بسیار لشکر قدرتمند و بزرگی بوده، کمتر با پیش می اومده که جنگ بشه. خب قطعا جنگ هایی هم پیش اومد، مثل جنگ با روم، ولی
در واقع اعتقاد خود هخامنشیان بر این بود که هر کس باید عقاید خودش رو داشته باشه. میشه به زبان امروزی گفت که دموکراسی داشتن. بنابراین اصراری به اینکه زبان فارسی یا حتی اصراری به اینکه دین زرتشتی گسترش پیدا کنه نداشتن. در حدود 200 و 250 سال گذشته حدوداً در زمان حکومت صفویان کلن عربی صحبت کردن یک فخر به حساب می اومده. شما اگر نوشته های اون زمان رو بررسی کنید می بینید خیلی از کلمات با عربی عنوان می شده و کسانی که می خواستن درس بدن بیشتر به زبان عربی، حتی شعرهای حافظ رو می بینید بعضی قسمت هاش به عربی گفته شده. مولانا همینطور، یعنی عربی صحبت کردن به واسطه اینکه عرب‌ها در جنگ قادسیه و در جنگ بر علیه ایران پیروز شده بودند و چیزی حدود چند صد سال بر ایران حکومت می‌کردند، بنابراین اینا تونستن به زور شمشیر زبانشون و بخشی از فرهنگشون رو به ما غالب کنن که خدا رو شکر فردوسی این وسط اومد و این رو نجات داد، این داستان رو نجات داد. اما به هر حال اون خط و زبان چیزیه که پیامد این حمله بوده. چیزی که خیلی مهمه این که عرب ها به ایران حمله کردند و به زور شمشیر دینشون رو غالب کردند، چیزی که واضح همه میدونن، دختران و زنان ایرانی به بردگی و کنیزی گرفته شدند، مردان ایرانی اکثرا کشته شدند مگر کسانی که اعلام کردند باشه ما مسلمان میشیم، و خلاصه یک شکست بسیار بسیار اندوهبار و بزرگ در تاریخ برای ایران و ایرانی رقم خورد و پیامد اون تا به امروز هم وجود داره، به طوری که امروز روز شما ایرانی هایی رو میبینید از خود عرب های عربستان مسلمان تر هستن. و اینکه بهتون همینجا میتونم بگم که شاخه هایی که وجود داره برای مذهب در دین اسلام فقط بالای 130 شاخه است. یعنی ما یه سنی رو میشناسیم عموما، یه شیعه رو میشناسیم، یه حنفی، یه شافعی، و در واقع خیلی کم ما میشناسیم از مذهبهایی که از اسلام بیرون اومده. دین اسلام ببین من میگم بالغ بر 130 شاخه، یعنی چیزی که الان در دست هست 130 شاخه مذهب داره و این خیلیه، یعنی رشته رشته شده. به هر حال سوال دیگه تونم فکر میکنم من در این سوال پاسخ دادم. سوالی بود که چرا سنی ها بیشترن، یا هنوز اگر اینو پاسخ ندادم خواهم گفت. فکر میکنم شما هم در ویدیویی اینو گفتید. در واقع زمانی که سوال اصلی مطرح میشه برای شیعه و سنی، اولین سوال اینه که محمد خودش شیعه بود یا سنی بود؟ هر کس تونست جواب این سوال رو بده حداقل میتونه متوجه بشه که مذاهب مختلف هم از ادیان بیرون اومدن به واسطه افراد. افرادی که میخواستن قدرت بگیرن و خودشون رو مطرح کنن و اعلام کنن که من از تو جدا میشم و شاخه خودم رو به وجود میارم، گروه خودم رو تشکیل میدم. و اینه که در طول زمان ماها بازیچه این افکار شدیم و تا کودکیم متوجه نیستیم اینو به ما میگن. در جوانی یه مقداری سعی میکنیم خودمون رو دور بگیریم از این مسائل، به مسائل تفریحیش نگاه کنیم، و در سنین بالاتر یک مقداری حداقل اونم بازم گاهی افراد به خودشون میان، گاهی هم با خودشون فکر میکنن که خب دیگه گذشته، ما
در این دین درگیر شدیم، پس هستیم. سوال کردین در مورد میترائیسم که قبل از زرتشت بوده و زرتشت دین رسمی بوده. میترائیسم چیزی که ازش وجود داره حدود 12,000 سال پیشه که عقیده بر این بوده فردی از خورشید اومده و اون موقع زمین در سردی و تاریکی و تباهی فرو رفته بوده و این میترا میاد و پیام آور نوره و بعد شما میبینید که 8,000 سال بعد از اون تازه زرتشت ظهور پیدا میکنه و خواستگاه زرتشت خیلی مشخص نیست. حرفهای زیادی هست باز از زرتشت، کتابهای زیادی بیرون اومده، دو شاخه شده و البته اونم چند شاخه شده ولی دو شاخه اصلی داره. بنابراین اینکه دین رسمی کشور بوده یا نبوده، بعد از زرتشت هم مانوی ها اومدن، اینکه دین رسمی کشوری بوده یا نبوده، در یک برهه از زمان بله دین رسمی بوده، ولی در ابتدا که زرتشت سعی کرد دیگران رو، در واقع به نام آموزگار زرتشت معرفی شده در خود دین زرتشتیان، در واقع آیین زرتشتیان، زرتشت به عنوان یک آموزگار معرفی شده، بعدها نام دین بر اون نهاده شد. بنابراین زرتشتیان طوری بوده که اون هم بعد از در واقع موبدان، به قدرت رسیدن موبدان و اینکه عده‌ای زینف بودن در این مسئله، رشد بیشتری پیدا کرده. متاسفانه دین همیشه پیوند خورده با جهل مردم. وقتی که شما یک حرف تازه‌ای زدی و بعد جهل مردم رو دیدی و بعد به این میتونی یک اسمی بذاری و ادعای پیامبری کنی، همین الان در حال حاضر در زندان‌های ایران خیلی افراد هستن به اسم مهدی ظهور کردن و گفتن ما مهدی هستیم، ما مهدی امام زمان هستیم و اینا رو گرفتن. اگر ما واقعا منتظر یک مهدی باشیم، پس چرا اگر کسی ادعا کرد مهدی میگیرنش؟ اگر ما واقعا اعتقاد داریم که کسی میتونه بدون اینکه بمیره سالهای سال زندگی کنه و حتی دیده نشه، غیب بشه، ولی هیچ دلیلی برای این نداشته باشیم، ببینید تفکر خیلی چیز خوبیه. عده‌ای از این مسائل دارن نون میخورن. شما وقتی فکر کنید که یک نفر هست که هرگز دیده نمیشه ولی خواهد آمد، زمین را از ظلم نجات خواهد داد، هم ظلم رو میپذیری چون اعتقادت به اینه که یکی قراره بیاد اینا رو همه سر سامان بده، و اینکه به هر حال یک آرزوی وجود داره دیگه، یک فردی که بهش تکیه کنی وجود داره، یک شفاعت کننده قراره برای تو بیاد. و خواسته بودین یه دیدگاه کلی راجع به دین مطرح بشه. در بالا یعنی در صحبت‌های گذشته اینا رو گفتم، ولی بازم نظر شخصی خودم رو میگم که همونطور که در بخش کوچک خانواده نیاز به یک مدیریت هست، در واقع حالا در ایران به این شکله که مرد کار کنه و خانم در منزل به کارهای خونه برسه، در کشورهای صنعتی به این شکل که هم مرد کار میکنه هم زن کار میکنه و در واقع کارهای مربوط به خانواده بین این دو تقسیم میشه. درسته که گاهی فشار روی خانم یا روی آقای خانواده هست، روی پدر خانواده هست، ولی در کل با همکاری و مشارکت خانواده اداره میشه. در جامعه هم به همین شکل هست. در واقع اگر قرار باشه یک جامعه، یک کشور در مقیاس کوچکش، یک روستا یا یک شهر خیلی کوچک اداره بشه، نیاز به همکاری همه افراد هست.
شما وقتی که توی خانواده یه خانواده 5 نفره رو در نظر بگیرید، یکی از اعضای خانواده دزد باشه، پدر خانواده کار کنه بیاره یک گوشه مبلغی رو سرمایه گذاری پس انداز کنه، ولی خب چون اعتماد داره به خانواده هیچ گونه حساب کتابی نکنه، یا اگه حساب کتاب میکنه فراموش کنه و یکی از این اعضای خانواده دزد باشه و گاهی از این مبلغ بدزده، در واقع اقتصاد خانواده دچار مشکل میشه. این خانواده نیاز داره به اخلاقیات، یعنی اینکه بر باور این باشن که حتی اگر پول هم جلوی دستشون هست دست نزنن، چون متعلق به همشونه، به اموال همدیگه دست درازی نکنن. اگر من یه مداد دارم و اون یکی فرزند هم یک مداد داره، پس هر کدوم مداد خودمونو داریم، نیاز نیست مداد همدیگه رو دست بزنیم یا بدزدیم. بنابراین اگر اخلاقیات در یک خانواده پای ریزی شده باشه و شکل گرفته باشه، زندگی اون خانواده خیلی خوب، راحت و به شکل مسالمت آمیز و سالم جلو میره. مشکل زمانی به وجود میاد که فردی از افراد خانواده به حقوق بقیه تعرض کنه به هر شکلی. در جامعه هم چون همینه، جامعه نیاز به یک قوانین سفت و محکم داره. قوانین دین الزامی نداره. شما ببینید قوانین دین اعتقادیه. من اعتقاد دارم که دزدی نکنم. خب اگر دزدی پیدا شد انگشتش رو ببرید. حالا میگن دزد نگرفته شاهه. این دزد چند بار میگیرنش؟ در چه صورت انگشتش رو میبرن؟ اون قوانین 1500 سال پیش مگه الان کار میکنه؟ شما باید هر مقطع زمانی برای اون زمان برنامه ریزی کنید. در همین 50 سال گذشته، زمانی که ما نوجوان بودیم، کودک بودیم، برنامه تلویزیون فقط یک شبکه یک داشت و یک شبکه دو، و ما در دسترسمون چیزهایی بود از قبیل کتاب رمان، کتاب شعر، نقاشی و یه توپ برای بازی، و در همین خلاصه می شد. گاهی هم در بعضی خانواده ها ساز پیدا می شد. اما امروز روز شما نمیتونید یک نوجوان رو با این وسایل سرگرم کنید و بخواید به روش سنتی اون رو تربیت کنید، اون از کامپیوتر و دنیای دیجیتال دور نگه دارید. امکان نداره. بنابراین هر مقطعی نیاز به قوانین اون زمان خودش داره. دین یک مسئله‌ایه که در اعتقادش افراده، و اعتقاد افراد هم باز باید طوری باشه که با مسائل روز همخوانی داشته باشه. امروز روز ما متوجه شدیم که ژن تمام انسانهای روی کره زمین یکیه، یعنی همه ما از اون آفریقا اومدیم. به مرور زمان در طی هزاران سال ما اومدیم، مهاجرت کردیم و آروم آروم در سطح دنیا پخش شدیم. بنابراین الان حتی علم ثابت کرده که بین سیاه و سفید فرقی نیست. بین کسی که با یک لهجه شیک آمریکایی صحبت میکنه، با کسی که با یک لهجه به اصطلاح بد انگلیسی صحبت میکنه، هیچ فرقی نیست. از لحاظ بیولوژیک همه ما یکی هستیم. پس ما امروز روز باید نگاهی تازه به دین و اخلاقیات داشته باشیم، ساختار جامعه رو با قوانین بسازیم، و اگر کسی هم به دین خودش معتقده، به زور نخواهیم اون رو از دینش بیرون کنیم. اعتقادی داره، در صورتی که آسیبی به کسی نمیزنه اون اعتقادش، کاری نباید باش داشت. اگر ایشون به موقع کار میکنه، احترام و ادب رو در محیط زندگی رعایت میکنه، با دیگران هیچ گونه دعوا و خصومتی به خاطر
دین متفاوت نداره و حتی شما نمیتونی تشخیص بدی این آدم دینش چیه، پس مشکلی ایجاد نمیشه. پس ما همونطور که میگیم باید دموکرات باشیم، کسی نباید بیاد به زور عقیدش رو به ما تحمیل کنه، ما هم حق نداریم به زور به کسی بفهمونیم که دین تو خوب نیست یا دین تو بده یا دین تو اشتباهه یا تو باید از دینت برگردی. این بایدها در واقع دست بشر امروزی کار داده. اگر مطالب به اندازه کافی هست، خوشبختانه امروز روز اینترنت هست، درسته این اینترنت در ایران فیلتره ولی اونم راههایی داره، اگر کسی طالب این باشه که بخواد بدونه قطعا راههایی هست که بخواد جستجو کنه و پرسشگری کنه. بنابراین اخلاقیات و قوانین بسیار واجب تر از دینه. دین رو بذاریم برای کسانی که فکر میکنن با قوانین و اخلاقیات نمیتونن پیش برن و نیاز دارن به یک دارو و به یک به اصطلاح تکیگاه دیگری. چیز بدی هم نیست، در صورتی که آسیب به کسی نرسونه چیز بدی نیست.